سلام با شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش اومدید. من فریبا شیرازی هستم. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به افزایش شمار اعدام‌ها پس از ریاست جمهوری حسن روحانی و درخواست جمعی از فعالین سیاسی و مدنی از آقای روحانی برای توقف حبس انفرادی زندانیان سیاسی و عقیدتی. و گفتگو می‌کنم با خانم رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران و فعال حقوق بشر. با ما همراه باشید. وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان نگران کننده است و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نگرانی ها از نقض حقوق بشر و افزایش شمار اعدام ها همچنان یک دغدغه جدی است. آیا این امر نشان از آن دارد که اساساً بهبود حقوق بشر دغدغه دولت 11 هم نیست؟ هفته گذشته فعالان سیاسی و مدنی با نام تلاشگران نفی سلول انفرادی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند تا برای خاتمه دادن به این تخلف آشکار اقدامی فوری انجام دهد. با توجه به اینکه در قوانین جاری ایران نگهداری متهمان در سلول انفرادی پیش بینی نشده است، چرا همچنان متهمان سیاسی و عقیدتی برخلاف قانون در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند؟ چه نهادی پاسخگوی این روند غیرقانونی است و آقای روحانی برای توقف این روند چه میتواند انجام دهد؟ این پرسش ها را با مهمانم خانم رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران در میان میگذارم. سلام به شما و خوش آمدید به برنامه. سلام به شما و بینندگانتون. خانم بحرینی، روز چهارشنبه 6 زندانی کرد سنی مذهب در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اتهام 4 نفر از آنان دست داشتن در قتل ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان اعلام شد، در حالی که سازمان عفو بین‌الملل تایید کرده بود تاریخ دستگیری آنها 2 ماه پیش از ترور آقای شیخ الاسلام بوده. آیا جزئیاتی از اتهامات این افراد در اختیار دارید؟ 6 نفری که روز چهارشنبه اعدام شدند به نامهای حامد احمدی، جهانگیر دهقانی، جمشید دهقانی، کمال مولایی، محمد صدیقی و هادی حسینی، افرادی هستند که از سال 2009 و 2010 در بازداشت به سر می بردند و به اتهام محاربه و عضویت در گروه های سلفی به اعدام محکوم شده بودند. این احکام ابتداعاً توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر شده بود. در طی محاکمه‌ای که بسیار ناعادلانه و غیرمنصفانه بوده، این افراد اعدام شده در زمان دستگیری به انفرادی منتقل میشن و ماها در انفرادی مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند و بعد از اون در طی محاکمه‌ای بسیار کوتاه و به گفته خودشون کمتر از 30 دقیقه محکوم به اعدام میشن بدون اینکه حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی داشته باشن. از زمان تایید حکمشون به دلیل محاربه، این افراد بارها و بارها مورد اعدام‌های نمایشی و در عین حال برنامه‌های اعدامی که در چند ساعت مانده به زمان اجرا متوقف شدن قرار گرفتن و از این جهت مورد یک نوع شکنجه مضاعف خودشون و خانواده هاشون قرار گرفتن و حکم 4 نفر از اونها، یعنی مال حامد احمدی، جهانگیر و جمشید دهقانی و کمال مولایی، ابتدا بر اساس اتهام قتل یک روحانی سنی مذهب صادر شده بود، ولی بعداً این افراد از این اتهام در دیوان پروندهشون در دیوان عالی تبرئه شدن، ولی همچنان به دلیل محاربه
محکوم به اعدام شدن. این در حالیه که تمامی این افراد اتهام شرکت در عملیات مسلحانه رو رد کرده بودند و طبق قانون جدید مجازات اسلامی حکم محاربه فقط برای افرادی میتونه صادر بشه که دست به اقدام مسلحانه زده باشن. بنابراین عفو بین‌الملل و باقی نهادهای حقوق بشری از مقامات قضایی ایران بارها درخواست کرده بودند که حکم اعدام این افراد رو لغو بکنن و اطمینان حاصل بکنن که پرونده اونها میتونه از طریق اعاده دادرسی مورد بازبینی قرار بگیره. متاسفانه این اتفاق صورت نگرفت و دیروز مقامات قضایی خانواده رو مطلع کردن که برای آخرین بار برای ملاقات به زندان برن و این افراد در حالی که دستبند و پابند داشتن با خانواده هاشون ملاقات کردن و صبح روز چهارشنبه اعدام شدن. بنابر آمارها و به استناد گزارش‌های سازمان مدافع حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در ایران علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی نه تنها بهبود پیدا نکرده، بلکه در مواردی مانند تعداد اعدام‌ها بدتر هم شده. به نظر شما چرا مسئله بهبود وضعیت حقوق بشر دغدغه دولت نیست؟ این نگرانی نه تنها از سوی عفو بین‌الملل که از سوی گزارش جدید دبیر کل سازمان ملل هم مطرح شده که با وجود امیدهایی که بعد از انتخاب حسن روحانی در ایران به وجود اومد، نقض حقوق بشر به شکل فاحشی در ایران ادامه پیدا کرده و در بعضی موارد همچون اعدام و تبعیض علیه زنان ما با موارد جدیتری از نقض حقوق بشر هم مواجه هستیم. عفو بین الملل از دولت ایران درخواست کرده که به وظایف حقوق بشری و آزادی‌های سیاسی مدنی در کشور هم توجه بکنند و بیش از این وظایف خودشون رو محدود به یک موضوع در عرصه امور خارجه نکنن، چرا که تعهدات حقوق بشری و بهبود در وضعیت شرایط سیاسی و آزادی مدنی یکی از وعده های جدی انتخاباتی دولت آقای روحانی بود. اعدام این ششمرد سنی مذهب در چهارشنبه گذشته، اعدام نوجوان، خطر اعدام نوجوان کودک سامان نسیم که امروز سرنوشتش هنوز نامعلومه در هفته گذشته، و بعد بازداشت‌ها و دستگیری‌های فعالین حقوق زنان مثل مهدی گلرو، آتنا فرقدانی و بسیاری از زنان دیگری که در بازداشت به سر می‌برند در طی ماه‌های گذشته، همگی نشون میده که هنوز هیچ عزم و اراده راسخی برای مقابله با نقض نظامبند و گسترده حقوق بشر در ایران وجود نداره. وزیر خارجه ایران دوشنبه گذشته در سازمان ملل سخنرانی داشت و این در شورای حقوق بشر سازمان ملل، و در این سخنرانی به مسائل حقوق بشری در سطح جهان و اعمال دوگانه استانداردهای حقوق بشری پرداختن، ولی هیچ گونه اشاره‌ای به مسائل بسیار متعددی که به توجه مقامات ایران در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران رسونده شده نکردن، و این خود نشون میده که هیچ گونه توجهی حتی از سوی دولت هم نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران انگار وجود نداره. هفته گذشته برخی از فعالان سیاسی و مدنی نامه با آقای روحانی نوشتند و از ایشون درخواست کردند که نسبت به پایان نگهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در سلولهای انفرادی اقدامی عاجل کند. این درخواست تا چند اندازه عملی است؟ طبق استانداردهای بین‌المللی استفاده از انفرادی به منظور اعمال فشار به زندانی برای مدت طولانی مدت غیر قانونیه و حتی مصداق شکنجه و بدرفتاری محسوب میشه. گزارشاتی که به دست عفو بین‌الملل در این سالها رسیده همگی نشون میده که از انفرادی به عنوان یک ابزار فشار و اعترافگیری استفاده میشه و بسیاری از بازداشت شدگان در هفته های بعد از دستگیری در انفرادی حبس میشن بدون دسترسی به وکیل و خانواده، و تحقیقات اولیه معمولا توسط ماموران وزارت اطلاعات
میاد در همچنین شرایطی صورت میگیره و این به منصفانه بودن دادگاه هایی که بعد از اون صورت میگیره هم اثر میذاره و بنابراین نه تنها بازداشت اون فرد رو بازداشت خودسرانه و غیر قانونی میکنه، بلکه محاکمه و حکمی که در نهایت صادر میشه رو هم حکمی غیر قانونی از منظر استانداردهای بین المللی حقوق بشری میکنه. عفو بین الملل از مقامات ایران بارها خواسته که افراد رو به دلیل ابراز عقیده و استفاده از حق آزادی بیان و تجمع دستگیر نکنند و بعد از دستگیری هم اطمینان حاصل بکنند که فرد دسترسی کامل به وکیل و خانواده داره و تحقیقات مقدماتی در حضور وکیل صورت میگیره و بدون توسل به اعتراف گیری و شکنجه که میتونه شامل استفاده طولانی مدت از انفرادی هم همونطور که گفتم بشه. با توجه به اینکه در قوانین جاری ایران نگهداری متهمان در سلول انفرادی و به صورت انفرادی پیشبینی نشده، چرا علارغم فشارهای داخلی و بین المللی برای رعایت حقوق بشر در ایران همچنان متهمان سیاسی و عقیدتی در سلولهای انفرادی نگهداری میشن و اصولا چه نهاد یا نهادهایی مسئول این روند غیرقانونیه؟ این عمل غیرقانونی مثل بسیاری دیگر از موارد نقض حقوق بشر در ایران صورت میگیره به این دلیل که هنوز شکنجه به عنوان یک جرم در قانون مجازات اسلامی ایران باش برخورد نمیشه و در این حال مقامات قضایی و مامورین وزارت اطلاعات و افرادی که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کار میکنن همگی از مسئولیت مطلق در برابر شکنجه و بدرفتاری برخوردار هستند و سیستم قضایی هم نه تنها به شکایات متهمین در مورد شکنجه و بدرفتاری با اونها رسیدگی نمی کنه، بلکه از اعتراف هایی که از طریق شکنجه به دست میاد هم برای رسیدگی و حکم صدور حکم استفاده می کنه و بنابراین این اعمال می تونن به شکل مداوم در سیستم اتفاق بیافتن و هیچ گونه مکانیزم قانونی برای رسیدگی منظم و از نظامند به اونها وجود نداره. از نظر بین المللی سال هاست که نهادهای حقوق بشری از مقامات قضایی ایران خواستن که دست از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بردارن و اطمینان حاصل کنن که سیستم قضایی به طور منصفانه و مستقل به پرونده های افراد رسیدگی میکنه و هیچ کس به دلیل استفاده از حقوق اولیه بشری همچون حق آزادی بیان و حق آزادی تجمعات مورد دستگیری و پیگرد قضایی قرار نمیگیره، ولی متاسفانه ما با هیچ گونه تعهد جدی از سوی ایران نسبت به این تعهدات روبرو نیستیم و در مجامع بین المللی ایران هر زمان که حضور پیدا میکنه سعی میکنه که شواهد بسیاری که در رابطه با نقض حقوق بشر وجود داره رو صرفا انکار بکنه و موضوع رو به حاشیه و مسائل دیگه بکشونه. در پاییز سال گذشته پرونده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بررسی ادواری قرار گرفت و تا پایان ماه مارس ایران قراره که موضع خودش رو در مورد اینکه کدام یک از توصیه های دریافت شده رو میپذیره یا رد میکنه اعلام بکنه و واقعا جای سوال برای ما هست که ایران چگونه در این جلسه حضور پیدا خواهد کرد بعد از تمام اتفاقاتی که در ماهای اخیر افتاده در رابطه با افزایش آمار اعدام و در چندین هفته گذشته برنامه اجرای حکم یک بزهکار نوجوان که کاملا مغایر نه تنها تعهدات حقوق بشر ایران بلکه گفته های خود مسئولین ایرانه که افراد رو به دلیل جرایمی که در زیر 18 سال مرتکب شدن اعدام نمی کنن. به عملکرد قوه قضایی اشاره کردید، البته برمیگردیم به رویکرد قوه قضایی، اما آقای روحانی در این زمینه چه اقدام عملی میتونه انجام بده؟ آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و
فردی که باید ناظر بر اجرای درست قانون اساسی باشه موظف هستند که تخلفاتی که از سوی باقی نهادهای حکومتی میشه رو مورد بررسی قرار بدن و به نهادهای مسئول اخطار بدهند. در این حال در رابطه با لوایحی که در دست بررسی در مجلس هستند و حقوق زنان رو مورد تعرض قرار میدن میتونن اعلام نگرانی بکنن و حتی از مکانیزم‌های موجود برای پس گرفتن این لایحه ها و تصحیحشون استفاده بکنن. در این حال ایشون مشاوری رو برای رسیدگی به مسائل اقلیت‌های مذهبی و قومی انتخاب کردن ولی ما تا به امروز هیچ گونه بهبودی در شرایط اقلیت‌های مذهبی و قومی ندیدیم و اونها همچنان با تبعیض گسترده روبرو هستند، از جمله اقلیت مذهبی بهایی که از حق دسترسی به تحصیلات عالی محرومه و این موضوعیه که مشخصاً به وزارت علوم که تحت کنترل دولت حسن روحانی هم هست برمیگرده و اقلیت‌های مذهبی و قومی علاوه بر محرومیت از تحصیل و فرصت‌های شغلی و باقی تبعیض‌ها به شکل غیر متناسبی هم مورد احکام اعدام و بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند و در این زمینه هم هیچ گونه پاسخگویی از سوی مسئولین صورت نگرفته. گزارش سالانه عفو بین‌الملل به برخی از این موارد از جمله اعدام مخفیانه زندانیان عرب اهوازی اشاره میکنه و همچنین به اعدام هایی که در مورد فعالین کرد و افرادی که متهم هستند به شرکت در احزاب کرد صورت گرفته. به نظر میرسه قوه قضاییه جمهوری اسلامی خودش به ابزاری برای سرکوب و نقض حقوق شهروندی و صدور احکام غیرقانونی تبدیل شده. قوه‌ای که ریاستش منتخب رهبری هست، با این ساختار آقای روحانی چگونه میتونه مانع اقدامات غیرقانونی دستگاهی باشد که از پشتوانه رهبری برخورداره؟ صرف نظر از ساختار حکومتی در داخل ایران، ایران به عنوان عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظفه که حقوق افراد رو در رابطه با برخورداری از حق آزادی و محاکمه منصفانه و دیگر حقوق مربوط به آزادی‌های مدنی و سیاسی رعایت بکنه. به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران، تعهدات بین‌المللی ایران بخشی از قوانین داخلی محسوب میشن و بنابراین ایران موظفه که اونها رو اعمال بکنه. تا امروز هم ایران هیچگاه تصمیمی مبنی بر خروج از این تعهدات بین المللی اعلام نکرده و در بررسی هایی هم که به شکل دوره‌ای در سازمان ملل صورت میگیره شرکت کرده. بنابراین مقامات ایران صرف نظر از هر توجیهی که داشته باشن موظف هستن که همچین حقوقی رو رعایت بکنن و باید بدونن که از نظر بین المللی زیر فشار و انتقاد قرار خواهند گرفت اگر که این روند بی‌اعتنایی به تعهدات حقوق بشری همچنان در ایران ادامه پیدا کنه. اما نگرانی فعالان حقوق بشری این هستش که مسئله حقوق بشر در ایران قربانی حل و فصل مسئله هسته‌ای بشه. عفو بین الملل در تمام سالهای گذشته از جامعه بین المللی و نهادهای سازمان ملل درخواست کرده که مسئله حقوق بشر و نگرانی های موجود تحت شعاع مذاکرات هسته‌ای قرار نگیره و به شکل مستقل و از راهکارهای موجود حقوقی مورد بررسی قرار بگیره و مقامات ایران در رابطه با اعدام هایی که صورت میگیرن بعد از محاکمه های غیر منصفانه و بازداشت روزنامه نگاران، فعالین حقوق زنان و دیگر افرادی که تنها به دلیل استفاده مسالمت آمیز از حقوق بشریشون مورد بازداشت و حبس زندان قرار میگیرند، در مورد همه این موارد از مقامات ایران سوال بشه و اونها مجبور به پاسخگویی باشن. خانم بحرینی، اطلاعاتی در خصوص پرونده سامان نسیم زندانی سیاسی کردی که قرار بود هفته گذشته اعدام بشه در اختیار دارین؟
سامان نسیم قرار بود که هفته گذشته اعدام بشه و از اون زمان تا به امروز که به یک مکان نامعلوم منتقل شده، هیچ گونه خبری در مورد سرنوشت این نوجوان بزهکار وجود نداره و خانواده اونها یک رنج شدید و مضاعف رو علاوه بر خطر اعدام اون متحمل شدن و مورد تهدید و فشار قرار گرفتن. عفو بین الملل در روزهای پیش از برنامه اجرای این اعدام کمپین جهانی رو برای جلوگیری از این اعدام داشت و از مقامات قضایی ایران خواسته بود که برنامه اعدام سامان نسیم رو متوقف بکنن، چون سامان در زمان دستگیری و ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال داشته و از این جهت اعدام اون کاملا مغایر قوانین بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم اون رو پذیرفته. این صرف نظر از جرم مطرحه و اینکه آیا سامان اون ادعایی که میشه رو اون ادعات که در مورد شرکتش در عملیات مسلحانه علیه سپاه پاسداران انجام داده رو داده یا نه. در این حال علاوه بر مسئله کودک بودن سامان در زمان دستگیری که اعدام اون رو غیر قانونی میکنه، سامان در ماهای پس از بازداشت در انفرادی نگهداری میشه و طبق نامه‌ای که عفو بین الملل هم اون رو منتشر کرده مورد شکنجه های مختلف از جمله آویزان شدن از دست و پا، کشیدن ناخن دست و پا و ضرب و شتم شدید قرار میگیره و به همین وزیر همین شکنجه و بدرفتاری ها مجبور به اعترافاتی میشه که بعداً از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران هم پخش میشه و حکم اعدام اون هم بر اساس همین اعتراف های اجباری پخش میشه. یک بار این حکم توسط دیوان عالی نقض میشه به این دلیل که سامان در زمان دستگیری زیر 18 سال سن داشته و بعد به جای دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی فرستاده میشه، ولی این دادگاه بدون توجه به نوجوان بودن سامان در زمان دستگیری یک بار دیگر حکم اعدام رو صادر میکنه و این حکم توسط دیوان عالی این بار مورد تایید قرار میگیره. از اون زمان سامان تحت خطر اعدام قرار میگیره و وکیل اون مانع از نمیتونه و مقامات مانع از این میشن که درخواست اعاده دادرسی رو تحویل به دیوان عالی کشور بده. این در حالیه که طبق قانون مجازات جدید اسلامی افرادی که در زمان دستگیری زیر 18 سال سن داشتن و متهم هستن به جرایم محاربه و قصاص میتونن درخواست اعاده دادرسی بکنن و قاضی اگر تشخیص بده که اونها به رشد و کمال عقلی نرسیده بودن میتونه به جای قصاص و یا اعدام حکم جایگزین رو تعیین بکنه. عفو بین الملل از مقامات قضایی ایران خواسته بود که بر همین اساس و تعهدات بین المللی ایران حکم اعدام سامان رو لغو بکنن و اطمینان حاصل بکنن که پرونده اون میتونه مورد بازبینی از طریق اعاده دادرسی قرار بگیره. متاسفانه با وجود فشار بین المللی و فرستادن هزاران نامه به مقامات ایران و همچنین ابراز نگرانی رسمی از سوی اتحادیه اروپا و نهادهای سازمان ملل، مقامات ایران سامان رو به مکان نامعلومی منتقل کردند و تا به امروز هیچ گونه اطلاع رسمی در مورد سرنوشت سامان وجود نداره. سازمان عفو بین الملل به غیر از صدور بیانیه اصولا چه گام های عملی رو میتونه برای متوقف کردن چنین نقض گسترده حقوق بشر در ایران برداره و آیا مکانیزمی و ضمانت اجرایی برای این بیانیه های صادر شده از سوی عفو بین الملل وجود داره؟ عفو بین الملل علاوه بر صدور بیانیه موارد نگران کننده رو به توجه گزارشگران ویژه سازمان ملل مثل گزارشگر ویژه شکنجه، گزارشگر ویژه اعدام و دیگر گزارشگرهای موضوعی حقوق بشر
میرسونه که اونها هم با مقامات ایران در این رابطه گفتگو کنند. در این حال عفو بین الملل در تمام این سالها نوشته ها و گزارش های خودش رو به مقامات ایران هم ارسال میکنه و همیشه از فرصت ملاقات با اونها و انجام سفر تحقیقاتی به ایران استقبال کرده، ولی الان بیش از 3 دهه است که عفو بین الملل اجازه سفر انجام سفر تحقیقاتی به ایران رو نداشته. آیا برای سازمان عفو بین الملل این امکان وجود داره که بتونه موارد نقض حقوق بشر در ایران رو در کنار مسئله پرونده هسته‌ای این رو در پرونده هسته‌ای بگنجونه و به سازمان‌های معتبر بین الملل مثل سازمان ملل یا مجامعی مثل شورای امنیت سازمان ملل قرار بده در دستور کار؟ عفو بین الملل برای طرح مسائل حقوق بشری از مکانیزم های حقوق بشری سازمان ملل استفاده میکنه و بنابراین اقدامات خودش رو جدا و تفکیک شده از مذاکرات چند جانبه و دو جانبه هسته‌ای نگه میداره و در رابطه با وصول توافق یا عدم وصول توافق هیچ گونه اظهار نظر خاصی هیچ وقت نکرده و قرار نیست بکنه، ولی در رابطه با مسئله حقوق بشر همیشه درخواست کرده که مسئله حقوق بشر تحت شعاع مذاکرات هسته‌ای قرار نگیره و نهادهای سازمان ملل از کانال‌های رسمی حقوق بشری به مقامات ایران فشار بیارن. در این حال دفاتر عفو بین الملل در کشورهای مختلف هر زمان که ما بیانیه یا اقدام فوری صادر می‌کنیم در این اقدام فوری رو تبدیل به امضا و پتیشن میکنن و به توجه وزارت خارجه و دیگر مقام های دولتی در کشورشون میرسونن و در مواردی مثلا اعدام سامان نسیم یا دستگیری فعالین حقوق زنان و یا پرونده های دیگه ای که مورد توجه خاص بین المللی قرار میگیره، ما میبینیم که فعالیت های عفو بین الملل منجر به این میشه که مقامات کشورهای مختلف در رابطه با این مسائل موضع گیری رسمی علنی بکنند و یا از راه های دیگر نگرانی خودشون رو به توجه مقامات ایران برسونند. آیا سازمان عفو بین الملل تاکنون تقاضایی از جمهوری اسلامی داشته مبنی بر اینکه این امکان براش وجود داشته باشه که نماینده ای از این سازمان برای تهیه گزارش به ایران سفر کنه و از نزدیک شاهد روند امور نقض حقوق بشر در ایران باشه؟ بله، ما در تمام دهه‌های گذشته از مقامات ایران درخواست کردیم که اجازه سفر به ایران به منظور انجام تحقیقات رو بدن. در این حال از فرصت دیدار با اونها در کشورهای مختلف استقبال کردیم، ولی تا به امروز امکان سفر به ایران فراهم نشده، ولی امیدواریم که در سالهای آینده این امکان رو برای انجام تحقیقات فراهم کنند. بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. مرسی. قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد. یاشار کمال نویسنده شهیر کردتبار، کسی که از او به عنوان پدر ادبیات ترکیه یاد میشه، این هفته درگذشت. مراسم تدفین او روز دوشنبه در حالی در شهر استانبول برگزار شد که هزاران نفر از دوستدارانش از سراسر ترکیه و جهان در این مراسم شرکت کردند. او که به دلیل عقاید سیاسیش از جمله دفاع از حقوق کردها، ارمنیها و علوی تبارها بارها دستگیر و زندانی شده بود، اعتقاد داشت که زندان مدرسه ادبیات معاصر ترکیه هستش. اما رسانه‌های ترکیه و منطقه در گذشته یاشار کمال رو به صورت گسترده بازتاب دادن و در مورد او مطالب زیادی نوشتن. از جمله شبکه CNN ترک در این باره گزارشی رو داره که به بخشای از اون میپردازن. CNN ترک اشاره میکنه که یاشار کمال پدر کردتبار ادبیات ترکیه
سال 1923 در روستای کوکچدام از توابع عثمانیه متولد شده. وی اصالتی کرد داشته و پدر و مادرش به دلیل جنگ جهانی اول از منطقه وان ترکیه مهاجرت کردند و به عثمانی آمده بودند. کودکی که در یک خانواده اصیل کرد متولد شده و با فقر بزرگ شده بود، به پیشروترین و به نام‌آورترین نویسنده و ادیب ترکیه تبدیل شد. یاشار کمال با رمان اینج محمد نام خودش رو جهانی کرد. این کتاب به 40 زبان مختلف دنیا ترجمه شده، از جمله بسیاری از آثار او هم به فارسی ترجمه شده. اما یاشار کمال علاوه بر اینکه یک نویسنده جهانی بود، زندگی او زوایای پنهان دیگه هم داشت و اون فعالیت‌های سیاسیش بود. از 17 سالگی به صورت فعال وارد جریانات سیاسی شده بود. در سال 1962 به حزب کارگران ترکیه پیوست و از لحاظ سیاسی خواهان حکومت کارگران بود. 8 سال در داخل این حزب مبارزه خستگی ناپذیر از خودش نشون داد و در خصوص حل و فصل مسئله کردها در ترکیه تلاش بسیار کرد. او یه جمله معروف در نفی خشونت داره که میگه باید تلاش کرد مرکب رو به جای قطرات خون حاکم کرد. یاشار کمال در طی نزدیک به 60 سال فعالیت ادبی 39 جایزه معتبر بین‌المللی رو به خودش اختصاص داد، از جمله در سال 1973 نامزد جایزه نوبل ادبیات شد. یاشار کمال این هفته در سن 92 سالگی در شهر استانبول درگذشت. اما خبر دیگه آن که رسانه‌های ترکیه این هفته از یک حکم نسبتاً عجیب در مورد آقای اردوغان خبر دادن. گویا قضیه از این قرار هست که سال 2011 که آقای اردوغان در مقام نخست وزیری این کشور حضور داشته، نسبت به اثر هنری یک مجسمه ساز واکنش نشون میده و از این اثر هنری تحت عنوان حیولا نام میبره که به اعتقاد آقای اردوغان هنر و زیبایی شناسی رو این مجسمه زیر سوال بره. محمد آکسوی هنرمند ترک‌تبار و خالق این مجسمه از این بابت به دادگاهی در ترکیه شکایت میکنه، اما پس از مدت‌ها دادگاه آقای اردوغان رو به پرداخت 4000 لیر ترک محکوم میکنه و از آقای اردوغان میخواد تا از محمد آکسوی دلجویی کنه. و خبر آخر آن که اختلاف میان مقامات بانک مرکزی و دولت ترکیه این هفته هم باعث افت شدید ارزش لیر در مقابل دلار شده. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در پی کاهش ارزش لیر، رئیس بانک مرکزی این کشور رو متهم کرد که از خارج از کشور دستور میگیره. دولت ترکیه تمایل داره در آستانه انتخابات پارلمانی بانک مرکزی این کشور نرخ بهره رو کاهش بده که این موضوع با مخالفت رئیس بانک مرکزی این کشور روبرو شده. از شما بینندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می توانید در وبسایت ما با آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت، ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر، بدرود.